برخات توبه میفرماد دیشب دوست توبه که در مورد شکم پرستی چقدر بده. میفرماد که کسی که برعکس کسی که قناعت بکنه با چیزایی که فقط لازمه بهش میگن صدیق، که توی دو زمان میگم خیلی مشکله که فقط چرا کنه باشه، مثلا میگم سودا نخوره، غذای خوشمزه نخوره. بعدش میشله میفرماد صدیق اوخل صبح نفشو صدیق میخوره برای سیری جان خودش. بایدم بخواهم در تعلیم 119 توبلی هشم چقدر برای من خوبه که من خودم زجر دادم به خاطر که تو یاد بگیرم، یعنی خواهد دنبال چیز نرفتم، دنبال مادیات نرفتم، سعی کردم فوکس بکنم در مورد تورای تو. و میگه یعقوب اینو درخواست کرد هشم داره، بعضی که هشم تو خوابه رو میبینه میگه بناتن یه لخم لخم بگیر هشم یه نونی بده که بخورم و یه لباسی که بپوشم، نگو که من میلیونر بشم، ثروت زیاد داشته باشم، گوسفند زیاد داشته باشم، گلو رمی زیاد داشته باشم، نه اما انتخاب کنم بتونم بسا یه نو داشته باشم که بخوام لباس که بپوشم. و ما پیدا میکنیم که در مورد موقع که یعقوب اینو برخا میکنه آخر برشید ایساخا خمور گاره، ایساخا مثل یه خری هستش که داشته میکنه که تازه تعمل بکنه یوغ تورا رو قبول بکنه. هر یه که وقتی که گیام میگه تو بیرقی آوت میگه دیگه اگه میخوای واقعا تو تورا جایی برسی بعد دمله تو خر من مثلا یعنی که فقط نون و نمک بخور و همجور آب کفایت بکن. وای که میگه اگه چنین کاری بکنه اشیا خب اونا مزه خوشا بار توی دنیا و خوب خواهد بود برای علام حبا برای سر تو. بعد میگم مثلا کسایی که میخوان از تورا به درجه چیزی برسن میگه باید چه کنم، باید تمام این لذایذی که وجود داره و شکم پرست بزنن کنار که اشن کمکشون بکنه که واقعا به جای دو تورا به جای برسن. بر ملاخای حمل و نقل بودیم. از در حلاخا ما چهار تا رشوت داریم. رشوت چی میکنید؟ درمی کنید چهار تا رشوت عربی نشوت عربی داریم، رشوت اخیه داریم. چی میگه رشوت؟ چی معنی میکنه رشوت اخیه؟ یعنی ناهیه. چهار تا ما ناهیه در نظر حلاخای حمل و نقل روز شبات. اولین رشوت اخیه انجایی که به اصطلاح خصوصیه که میشه خونه آدم، هر جایی که فنس داشته باشه، دیوار داشته باشه، یا اینکه یه نرده داشته باشه که درده یه متر باشه، اون ناهیه حساب میشه رشوت اخیه. یا فنس داشته باشه یا رشوت اخیه. رشوت عربی جایی هستش که رابیانش جمله جماعت که به اصطلاح اکثر یعنی میگم مردم دارن رد میشن از در حلاخا. برای که چیزی رشوت طلبیم داشته باشه باید ارزش 16 اما باشه، یعنی اگر مخلوقیت شده اما تقریبا میشه در حدود 8 متر میشه 4 تا لین، یا اینکه طبق خزانش میشه 9.2 متر، یعنی 9 متر و 2 دهم. دو دهم میشه چند که باید ارزش باشه که دین رشوت طلبی از ذره تورایی داشته باشه که حساب چند که پس تورا گفته من آسور کرده که از خونه رشوت اخی یعنی نایه خصوصی باید تو جایی که مال مردم رد میشه. دو تا نایه داریم وسط هستن، نایه وسطش میگیش از کرملیت هستن، کرملیت میشه کوچه، بله مثل یه کوچه هستن، هرچی که بین نه خونه است و نه چیزه کوچه هست و خوشمون که رد میشه، یا خیابونای کوچیکایی که مثلا فرض کنید ارزششون از 4 تا لین نداره، فقط دو تا ماشین باری که بله که فقط دو تا ماشین رد میشه از تورا دین رشوت ربیم نداره. ربانان آسور کردن گفتن که نه، اگه اجازه که شما مثلا اسکن توی خیابون هم برید تو کوچه حمل و نقل بکنید، بله بهش بهش فرق بین کوچه و خیابون کوچه‌خیان بزرگ نداره، به خاطر اینکه اگه گفته کل به تو کله قدغن کردن که آدم نمیتونه حمل و نقل بکنه از خونه تو خیابون تا خونه خیابونش هم کوچیک باشه. یه رشته دیگه رو بهش میگن مقام پاتور، جایی که استراحت میکنه بهش میگن یه چیز نوچرالیه، نوچرال میشه چی میشه فارسی؟ طبیعی. نوچرال یعنی نه ای بره نه او بره، یعنی نه خیا نه آره پاتور مقام پاتور هم مثلا معافیت یعنی حد ایجه مقام معافیت هستن. برای مثال چی هستن؟ اگر مثلا فرض کنیم مثلا میگم که الان رشوت طلبی مثلا ما میگیم که خیابون تا کجا مثلا رشوت طلبی حساب میشه، اگر الان تا ده تف میگم در میگم یه تف یه میشه یک متر، سه اگر نه تف اخی ده سا میشه یک متر. نه اگر شما مثلا یه چیزی پرت بکنید
قرار بگیره توی تو فرض کنید بالا یه میله یا یه ستون باریکی هیچی پک گفت روی ستونه ازر تو را ستون البته بالاتر از یک متر باشه شما این تو قرار نگرفته شو طبیم قرار نگرفته میگم مقام پاتو یعنی که شما هم رو نخ نکردید اوکی پس باورین میگن که بس فرض از بقیه مثلا میگن فرض کنید از این بسکتبال هستش که مثلا فرض کنید زیرش بسته باشه من چی فرض کنم تو این بسکتباله ما موجه گیر میکنم موجه مثلا فرض کنید باید باریک باشه توپه رد نشه من حمل و نقل نکردم چرا به خاطر که لشو تیاخید یعنی اگر نایه خصوصی باشه ما میگیم تا شمعیم چه هم کنه این محیط میره بالا ولی لشو ترابیم تا کجا شو ترابیم میشه تا ده دفعه پس بابرین اگر آدم بالای یک متر بیادش مثلا یه چیز قرار بده اوکی چی باشه که از آخر حساب رو شوت حساب نشه شما حمل و نقل نکرد میگن که چیزا رو بعدا به امور از میفهمی چی هستن پس بابرین این مورد هستن که آدم باید بدونه شوت اخی که توضیح و شوت ربیم که شبم که توضیح دادم که چی هستش و حتی فقط خواستم هیچ بگیم از در حلاخا این دیگه وقت هست مثلا این میل باکس ها هستش هم میل باکس هایی که دیوار ساختن یه دیواری ساختن رفتن بالا اگه دیواره یه متر رفته باشه بالا و مساحتش مساحت رشو ترخی مساحت مینیموم چقدره؟ چهار تفق در چهار تفق حالا چهار تفق چهار تشتر میشه 32 سانت اگر 32 سانت در 32 سانت باشه میشه مثلا میشه زیاد هم میشه تقریبا 12 اینچ 13 اینچ میشه 12 سانت باشه میل باکسه با وجودی که تو خیابون هستش دین رو شوت اخیر داره پس بنابراین من اگر یه چیزی وردم فرق یه تیکه نون وردم از تو خیابون بذارم بالای این میل باکسه من اومده حمل و نقل کردم تو شب پس که پس اگر رو شوت اخیر مینیمم سایزش 4 تفخ در 4 تفخ هستش و ارتفاعش هم چه میکنه 10 تفر باشه و حتی اگر میگم تو خیابون هم که باشه مثل این پستی که آدم میذاره تو خیاب میذاره این مسئله آفعینه این رشو تیخیر داره که فقط میادم آدم باید آگاه باشه حالا اگر فرض کنید که فرض کنید بعض میبکس های باریکه هستش باریکه های قدر 32 سان نیستش باریکه های که دیدید اصلا چه قدره نکنم داره بگیم 10 سان در باشه 10 اون این رشو مقام پاتوره از یه طرف سطحش بالاتر از چیزه بالاتر از 10 تفق 1 متره از طرف هم 32 سانت ارزش نیستش پس من اگر تیکه نون بزنم روی این چطور میشه من مقام پاتو گذاشتم مقام پاتو گذاشتم و دینه چیز نده دینه رشو ترب دین رشو تیاخید نده که مثلا از تو خیام نیستی و تیکه نون بردم بزنم اونجا من حمل و نقل از حمل و نقل از در تورای انجام ندادم.